درود بر شما به افغانستان 1400 با من رشاد زریر از یک خوش آمدید. کشتار باشنده های دایکندی و واکنش های جهانی به آن، از ابهام حضور داعش تا سرنوشت امنیت افغانستان، کشته و زخمی شدن نزدیک به 20 تن در مسیر دایکندی غور که همه آنها هزاره و شیعه بودند و داعش مسئولیت کشتارشان را به عهده گرفت، با واکنش های تند داخلی و بین المللی مواجه شده و یک بار دیگر نمک شور بر زخم افغانستان پاشید. پس از روی کار آمدن امارت اسلامی، هرچند امنیت افغانستان به طور قابل ملاحظه بهبود یافت، طی این بیش از 3 سال ما بر پایه گزارش رسانه‌ها مسئول حدود 17 حمله خونینی که در کشور رخ داد شاخه خراسان داعش بوده است. اما گره کجای این طناب کور است و امارت اسلامی خواهد توانست آن را بکشاید؟ سرنوشت امنیت افغانستان چه می شود و نگرانی کشورهای همسایه چقدر قابل درک است؟ در برنامه امشام پی پاسخهای این پرسش ها خواهم گشت با حضور مهمانانم دکتر سمیالله پویا، عضو انستیتیوت شرقشناسی اکادمی علوم مسکو از طریق اسکایپ، و همچنان جناب آقای کامران امان، آگاه سیاسی و نظامی در استیدیو. آقای امان، ممنون از حضورتان و بیاید این گونه آغاز کنیم که چرا مرگ ناخواسته دست از سر مردم بیگناه افغانستان بر نمی داره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامون نیکی هیل تاستا و یا سب تا تکنیکی هم کارانتا د تاسو تلویزیون اوریدون کولیدون ته وړاندې کوم. مخکې د تاسو سوال جواب ته راسم، اول د شهیدانو کورنۍ ته تسلیت، شهیدانو ته جنت فردوس خدای نصیب کړي، او کورنۍ ته صبر غواړم، او زخمیانو ته عاجله شفا د لویه لانه غواړم ورته. بدبختانه څه ووایم، د افغانستان خلک دین دښمنان، د اسلام دښمنان، د افغانستان د خلکو دښمنان یو ځل بیا خپل وحشت دهشت د افغانستان په خاوره کې په نامه د دین، په نامه د مذهب، په نامه د قوم تروریستي اعمال او یو وحشته چې څه ملکي خلک، بې ګناه خلک، خلی صلاح خلک دا له منځه وړي. لکه څنګه چې بامیانو کې هم تورستان راغلل له بهر نه، افغانستان خلک میلمانوازه وه، ولې بامیانو کې دوی د رڼا ورځ په بازار مابین کې وویشتل شول، ترور شول، چې یو ځل بیا د امارت اسلامي د حاکمیت د سوال لاندې راوړي نړیوالو ته. څو ګویا دلته تورستي ډلې لا هم موجودې دي، او بدبختانه چې دغه عمل چې دایکنډي ولایت کې اوسو، ده باندې موږ سخت دا غندو، او دا جنایتکاران باید د دولت پنجو لاس ته ورسي او په سختو سزاګانو باندې چې لازم دي ورته تعیین شي. زه وایم راشد صاحب چې دا دا د افغانستان هغه نیابتي دښمنان دي چې یو خلا نه دوی استفاده کوي، او خصوصا بیا هغه مذهبونو کې غواړي دوی بهانه ولټوي، پیدا کوي او جنګ واچوي. که نه به نیابت از کی، نیابت از کی میکنن دښمنه؟ دا خو داسې چل ده چې دوی هدف دا ده چې دا مهم نه ده کومه خلا ده، قدرت چې هلته چېرته پیدا کیږي، یا خلا د امنیتي پیدا کیږي هلته خلک له منځه دوی وړي، یا د یو مذهب، یا د یو قوم، یا د یو سمت څه غواړي یو بېاعتمادي مابند شي، یا مذهبي جګړه، یا سمتي جګړه، یا قومي جګړه، دوی ته بې تفاوته ده دښمن ته چې څوک له منځه شي. هغوی ته انسانیت معنا نه لري. در یک وجه سیاسي دښمن افغانستان حق داده میشه که تلاش بکنه برای به هم زدن امنیت افغانستان و ایجاد خلا. مسئولیت امارت اسلامی چیست و چرا مدیریت نشده و انجام شد؟ دیتر از او مسئولیتون جدا موضوع ده، ترور جدا موضوع ده. درست. اول من باید پدی بنده او ویسو ولی دا جنایت پا افغانستان که چال اخوا ولی کی گی؟ بله. دلیلون چی شایدی؟ بله. عدف داده چه افغانستان گواندیان زمانگ خصوصا استخبارات نگوری چه پا افغانستان که او ثابت یا مقتدر یا مرکزی حکومت وجود ولري، یعنی کار همسایگان است. سل په سل کې استخبارات دی همسایگان دي، دا زه بیل چا بند نه چوم غیر همسایگان استخبارات نه. و کشور خاصی وجود داره یا همه همسایه ها؟ همه تا زه نسم کول تومت وکم خاص یا ایران ده یا پاکستان ده، دوه هیوادونو باندې زه سخت شکمنم. په دې حادثه باندې غواړي چې د امارت اسلامي باندې یو نوی فشارونه د سیاسي راولي، او دغه جو کې دوی ته بدنامي راوړي. په نامه ګوره که موږ تاسو وګورو د
د لسم د شورا په ورځ باندې د مارم په ورځ باندې د درې کلو کې څه شکل امنیت تامین شوی و د موږ د دغه د هلته شوي ورونو د تکه خانو د مجتونو تر اوسه پورې کابل کې امن ترین ځای نن غرب د کابل ده. که چېرته موږ ووایو نسبت د نورو منطقو نه دلته ډېر د موږ دغه اهل ونوت قوم څه و دلته په افغانستان کې اوسېده دوی ټول کورونه ضبط شوي وو که په ننګرهار کې وو که په خوست کې وو که په چارکار کې وو که په کابل ښار کې وو هغوی ته وکیلان انتخاب شو بېرته هغه دوی ځمکه یې بېرته ورکړې که چېرته د امارات اسلامي پالیسي دا وه چې د مختلفو مذهبونو مقابل کې جګړه وکړي او دوی له منځه بوځي او دوی وادار کړي کډوالۍ ته نو ولې بیا هندوان راغوښتل افغانستان ته نن څه نن هر یو خپل کور خپل ځمکه بېرته اخلي تاسو شاید صاحب کاتب پروان کې یو مرکز لوی مرکز دی د اهل ونود د ورور کور چې هغه د جمعیت اسلامي دفتر په کې څو منل جوړ شوی هغه نن امارات اسلامي سړي ته به تسلیم کړه. حالا بیایم به ای که شما به عنوان آگاه سیاسی و نظامی میدانید که کار همسایگان است و اینا از همسایه ها نیابت میکنند، امارات اسلامی آیا میدانه آنچه شما میگید و اگر میدانه چرا براش برنامه وجود نداره یا داره چرا عملی نمیشه؟ منظور دا ده چې یو خو لوی ښارونه لارې دي. زه پرون سه کال د کابل نه مې حرکت وکړ تر بدخشانه پورې لاړم، ما په لاره کې یو امنیتي پوسته ونه لیدله. یوه پوسته د امنیتي په لاره د سالنګ او غیر د سالنګ محافظونو نه تونل نه یو امنیتي پوسته ما ونه لیدله که باید می بود. باید وسي. موږ هغه شرایط ته فعلا نه سو رسېدلي چې موږ وایو چې افغانستان کې داسې امن ده چې او داسې توریستي عمل نه کېږي. موږ باید هر نقطې ته متوجه اوسو، بیا خصوصا هغه ولایتو کې چې هغه لاره کې تامین د امنیت لږ ځله خطرناکه ده یا بعضې دښمنان زموږ پوهېږي نیابتي هاجه نسو استفاده کېدي اوږدې لارې تامین د امنیت باید اقلا امنیتي پوستې په عامو لارو کې ترانسپورتي لارو کې لویې لارو کې باید امارات اسلامي کورنۍ چارو وزارت دفاع وزارت استخبارات باید دوی خپلې ګزمې سیارې ولري او امکاناتو په صورت کې پوسټې باید واچي. مننه پویا صاحب، اول ممنون از حضورتان و بعد این که شما چه فکر میکنید که با توجه به رویدادهای اخیر واقعا نگرانی برخی همسایا که هر از گاهی بهانه میکنن مبنی بر حضور گروه های تروریستی در افغانستان قابل درک است؟ سلام به شما و جناب امان صاحب گرامی همچنان بینندگان برنامه تان. اول از همه تسلیت خود به مردم دای کندی براس میکنم. این واقعی بسیار دهشتناک بود که صورت گرفت. متاسفانه چنین حملات تروریستی همیشه در مناطق جغرافیای کشور ما وقت و ناوقت صورت میگیره و حملات تروریستی بسیار مشکل است که گرفته شود چیز دامنی از او. این که چرا چنین حالت در دای کندی شکل گرفت، طبعا حلقات وجود داره که میخواهیم مناسبات داخلی افغانستان مورد سوال قرار بدن. یکی از برنامه هایی است که کشورهای شما از کشور امان سر از کشورهای همسایه نام برد، اما فکر میکنم که تعداد داعش شما میفهمید که از کجا منشأ گرفته، زایده و طرح کننده داعش کی است، کشورهایی بوده و اونا چی برنامه های برای داعش دارن. اگر لازم باشه یک اشاره بکنید برای بیننده ها خوب خواهد بود. ما قبلا همیشه اشاره کردیم به صحبت های خانم کلینتون و همچنان دیگه مقامات بلند پایه مثل ترامپ، منظورتان امریکا و اروپا و متحدانش، بله که اینا خودشان اقرار کردن که داعش دایده از اونا از طرح داعش طرح امریکایی بوده و این طرح تا به حال ادامه داره. تال امریکایی ها بش از انواع مختلف میخواهیم فشارهای را بالای دولت ما صادر بکنن، بالای طالبان صادر بکنن. یکی از فشارها همی عملات تروریستی است که به توسط گروه های نیابتی در افغانستان شکل میگیره. این واقعیت است که مشکل است از این انکار کنیم. متاسفانه امریکایی ها هنوز دست خود از دامن مردم افغانستان که دراز بوده کوتاه نکردن و هنوز هم بنابرای بعضی از علایق استراتژیک خود مثلا چی میخواهند از مردم افغانستان؟ البته که حضور امریکایی ها که 20 سال ادامه داشت شما دیده نتایجش و امروز اینا به شکل دیگه میخواهند حضور هم داشته باشند.
برای امریکا کشورهای منطقه بسیار مهم است، کشورهای همسایه افغانستان بسیار مهم است و ایجاد تشنج بین افغانها و کشورهای همسایه یکی از طرحهای است که امریکایی ها چیز کردن، اینا پیش روی دارن. این که جناب امان صاحب اشاره میکنه به همسایگان ما، این هم ناشی از این است که طرح امریکایی ها وادار میسازه ما را که همسایه های خود این قسمت ملامت بکنیم، در حالی که ما هیچ نوع شواهد در این قسمت نه از طرف ایران نه طرف شما فکر میکنید همسایه ها نیستند؟ من فکر میکنم که نه، نباید تاخت و تاز به همسایه ها شد. من فکر میکنم که برعکس تعامل با همسایه ها صورت بگیره، نه تنها ایران و پاکستان بلکه کشورهای آسیای مرکزی، اینا در یک تعامل مشترک با افغان ها قرار بگیرن در مبارزه با تروریسم و زمینه ها مساعد است. امروز تماما زمینه ها برای مساعد است که امروز بتانیم چنین اجماعی را تشکل بدیم. دشمن ما دشمن فرا منطقوی است، دشمن ما فرا منطقوی است و دامنه های بسیار وسیع است. باید با دید بسیار باز به این مسائل بنگریم. و فکر میکنید این درد مشترک ما و کشورهای همسایمان هست که از فرا منطقه ریشه میگیره؟ بله، کاملا چنین است و شواهد به این وجود داره، در حالی که شما اشاره کردید مبنی بر اتهام بر همسایه ها شواهد نیستند. من فکر میکنم که از یه علاقه نه ایران در این قسمت است و نه پاکستان، بلکه این پرابلم ها شما میفهمید که دایکندی یکی از جوانترین ولایت افغانستان است که در مارت 2004 ایجاد شد توسط آمد کرزی. آمد کرزی هم شما قسمت که میبینید تسلیت خود ابراز کرد در رابطه با یکی از اولین رهبران سابق کشور بود که ابراز تسلیت کرد که من درست میبینم. ای البته شما میفهمید که در اوج نه تنها هزار هاست بلکه 24 گروپ های اتنیکی در دایکندی وجود دارند و میخواهیم دشمن همیشه کوشش میکنه که از تفرق اندازی بین ملیت ها استفاده ابزاری بکنه. بیننده های عزیز، میان برنامه کوتاه داریم، دوباره برخواهیم گشت. با ادامه برنامه خوش آمدید. آقای امان، باور دکتر پویا خیلی همسوی شما نیست و ایشان باور ندارن که کار همسایه ها باشه و میگن فرا منطقه است و از کشورهای مثل آمریکا نام بردن. اگر شما فکر میکنید کار همسایگان است، فکر میکنید زمو گاوندیان چه غواری در افغانستان خلق سخر؟ پویا صاحب، نظرت احترام، من پی ایجاد دایش خبری نده کردی، من خبری که در توریستی عمل ننه په افغانستان کې او امریکایانو بی 52 تیاری نه دا فراشت کې ندي راکت کړي دا قاتلین، دا له کوم ځای راغلل، کوم ځای انټرویل سو، چا سلا ورکړه، چا مهمات ورکړه، کوم را بلد و، څنګه د ورځ نه خبر سو چې موږ ازاره ورونه زی استقبال د مراسمو د کربلا چې هغه جن خلق راځي او دوی استقبال ته ورځي، دا چا راپور ورکړه؟ فکر میکنید این اطلاعات فقط در نزد همسایه های ماست، نه در نزد مثلا امریکایی ها؟ نه ګوره، امریکایان جدا موضوع ده. امریکا د واټنونو د جنرال رضوان کې امریکایانو اډې په پاکستان کې دي، داعش مرکزونه په پاکستان کې دي، تاسې حملې د داعشانو په ایران کې هم شته، داعشان عملاً هم دا اوس دا چې حکومت ځان تیر راوړي او سترګې پرې پټوي. بیجان خواهد بود، پاکستان ما را متهم میکنه، پاکستان میگه افغانستان زمینه تروریسم ما را فراهم میکنه. دا هغه دی بانی دی چې خپل د بام واورید افغانستان د بام باندې اچي. زه وایم چې اصلا زه نه وایم چې امریکا زموږ دښمنان نه دي، زه نه وایم چې هغه نن د داعشانو تمویل تجهیز همدغه انګلیس همدا فرانسه همدا امریکا ده. په څنګ کې منځنی ختیځ کې هلته بعضې اسلامي ملکونه هم دي که غټ لاس لري د داعش د تمویل په خاطر. مثلا کدام کشور اسلام؟ مثلا د اسلامي ملکونو به فعلاً تیر سم بل وخت. درست. نو منظور مې دا ده چې د پویا صاحب نظر ته زه کوم تردید نظر نه لرم، هغه د شخصي نظر ده په دې عقله باندې. اما زه وایم چې دوه ورځې مخکې خلیزات وایي چې بلوچستان کې مرکزونه د داعش دي، همدا د امریکا استازی چې په افغانستان کې خلیزات ادا کړي چې بلوچستان کې بېغټترین مرکزونه د داعش په بلوچستان کې دي. د پاکستان ایالت خیلی د پاکستان ایالت بلوچستان څنګه همسایگان دا دوه دفعې چې پاکستان ایران وشت، ایران پاکستان بلوچان وشتل، دلیل څه و؟
یعنی دغه نباتی ډلې صحیح ته داعش تمویل او داعش وظیفې څوک ورکوي. دا طبیعي خبره چې امریکا ده، انګلیس ده، فرانسه ده، او دوی پوهېږي چې وظف د افغانستان بې ثباتي راوستک او جګړه انتقالیږي مرکزي آسیا ته، او مرکزي آسیا بالاخره تعدید د روسیې ده چې روسیا هلته د اروپا نه مخنیوی دې خواته اوسي، یا دوه جبهې د روس په مقابل کې واسي. پلانونه غټ دي. خبر ده چې اوس څنګه افغانستان بې ثباته کې، څنګه د مذهبي جګړې څنګه شروع کی، د ژبو په اساس اتوبان څنګه جوړ، یو د طالب قومندان د طالب یو قومندان د سم شمال استعفا کړ. تاسو شخصي مليګان ته وځه فقره چې قیامت سوی افغانستان کې دا حکومت ده. دا تاسو دلته ژورنالستان یاست، نن دلته سبا بل تلویزیون کې، بل ورځ بل تلویزیون کې، ولې دا دنیا چپه سوه؟ یا یو کانال لمنځه ځي خو لاړ نه شو کنه. یعنی هر چېرته تغییرات تبدیله دی او اثر د تبدیلي د حکومتونو کې ده. اما خارجي دښمنان داخلي او خارجي دې ته کار کوي چې ازبک تبار یو قومندان استعفا ورکړه، تاجک تبار یو قومندان استعفا ورکړه، و دا چې کوي مذهبي جنګونه، سمتي جنګونه غواړي افغانستان کې بې ثباتي، بې اتفاقي د حکومت په سطحه باندې راولي. یو نفر به مریض وي، یو نفر به استعداد نه لري، یو نفر به بې سواد وي، یو نفر به د عهدې د قدرت وتلی نشي، اداره به نشي کولی. هغه خاطر مجبوري کې شر نه استعفا کوي چې خلک چېرته لاړ دي، ما ولایت چېرته پاتې ده. نو په دې وجه انسانان مختلف نه دي، خو خارجي دښمنان، داخلي دښمنان بیا دې نه په شکل د پروفیشنال نه یا پروفیشنال نه استفاده کوي، په نامه د زب اړي، په نامه د قوم اړي، په نامه د اړي. اما دا څه وجود نه لري. زه وایم دا اوس نوم دی، دا نوم د داعش سو. زه وایم دا داخلي دښمنانو، حتی زه وایم خپله د کندي خلکو، دا خلک ویشتلي دي چې دغه حکومت نوم بد شي، دغه مذهبي جګړو ته لمنه ورسي، د پیسو مقابل کې نن ورو ورو خلک وزني خپل ورونه، د پیسو مقابل کې نن افغانستان خلک خپل پلرونه وزلی دي، خپل ورور د یو ټوټه مځکه په خاطر وزلی ده. اما د پیسو په خاطر نن ډېر معتادین دي، ډېر کسان دي چې پیسو عاشقان دي، مشکلات لري، بل لري، و دغه موټر کې راځي، په دغه موټر کې څو څه دي مړی کوي، واخلي دا لازر ډالر در واخلي، امکان نه داسې حادثه څه وي. اما داعش خدا نگا په ځان باندې تومت کې دا کار ما کړی ده، یو زمینه ورته مساعد سو داعش ده. اما اصلا په افغانستان کې داعش باور شما تا امکان در خود مردم دایکندی برادراشون را کشته باشه، فکس کشته باشه، اون کسایی است که با کس مزدوری میکنن. د وطن ما وطن فروشا کم است، کم بودن، قوم فروشا کم بودن، ملت فروشا کم بودن. ما دیدم در جنگ داخلی افغانستان دو اوان نصب بود، یک طرف سیاف میرفت، یک طرف حزب وحدت میرفت، در یک نقطه دو اوان نصب بود دو طرف. ما دیدیم این عمل ما چشم افتاد که نتیجه بالاخره چی بود، که گویا اونا از عبادت مرا میزنه، از سایه فورا میزد سال 371. یه حالت ها ما با چشم سر کنم، ما به او خاطر به باور هستم. و مثل پویاسب گفت موضوع ترور چایی که در مسکو، در خود شهر مسکو، اطراف مسکو، مثل کابل سایه خرخانیش، کابل سایه غربش، سایه شرق و جنوبش، دا اونجا میره تورستا 200-300 نفر در روز روشن در شام در کنسرت میکشه، در تیاتر کی جلوشه گرفت؟ کی تاریز با اوقات تدابیر امنیتی یا قبر قدرت یا اتمی جهان که امروز با کل جهان چلنگ دادن؟ ولی اونجا مردم 200-300 نفر، طفل، زن، مرد کشته شده با اینشان، چهار تا تاجک. و امارت اسلامی که گفته عوامل و علائم را ما تشخیص میتیم و مجازات میکنیم، خواهد کرد؟ ما فکر میکنم که امی نظره که ما دارم، اونا هم در می شک هست و ببینین که پیدا میکنن مردم ها، و ببینین که پیدا میشه. امارت اسلامی، ما که دیدم صحبتای ذبیح الله مجاهده سخنگوی امارت اسلامی، ما دیدم که دقیقا اینا بسیار درد دیدن سر این موضوع و یک تاپی بزرگ خلای نظامی در افغانستان زده شد. و حمله انتحاری که در سرک دارلمان شد هم میتونه یک چنین وجهی داشته باشه؟ 100%. این کسایی است که فروخته شده هستند، کسایی است که وعده داده شدند، کسایی است که دشمنای حکومت است، دشمنای ملت است، دشمنای اقوام افغانستان هستند که قصدن اندن این کارا میکنن. و باز هم دوباره برمیگردیم به محور قبلی، به نیابت از همسایه ها یا به نیابت از کشورهای بزرگ. همسایه ما دوستم نیست و کشورهای بزرگم دوستم نیست، نه فرانسه دوست نبیتی افغانستان است، نه انگلیس نبیتی و نه امریکا. حتی انگلیس میخواد که نام افغانستان بقیه از نقشه گم کنه، کشورهای نام دیگه به وجود بیاره، مثل که خراسان ادعا میکنه مردم، میگه افغانستان نباشه خراسان باشه، که نام افغانستان نسلهای آینده سرزمین نفهمه که انگلیس سه بار اینجا شکست خورده. امریکا نمیخواد که در طول تاریخ باز ببینه که افغانستان ما شکست کردیم، یک نام دیگه پیدا شو برازی.
و این خود تعلق به اون نداره، تعلق به مردم افغانستان داره این نام. که ما چطور میتونیم نام کشور خود نگاه کنیم؟ ما چطور روحیت خود زنده نگاه کنیم در سطح دنیا؟ و این تاریخ خود چطور حفظ کنیم ما؟ این با ما تعلق داره. دشمن ها هر چیز میخواه که به تجزیه شوه، توته شوه، از بین بریم، یکی دیگه خود بخوریم، یکی دیگه خود بکشیم. میگه در سال 71 انداختن خورد یکی دیگه خود. او رقم میخواه که مردم با میلیون ها مهاجر شوه از خاک افغانستان. اونا این چیزا میخواهند. ولی ما نمیخواهیم این چیزا را. تشکر جناب آقای دکتر پویا. ما میخواهیم تکرار بکنم بخشی از صحبت های آقای امان را که اشاره کردند که ما تایید میکنیم که امکان داره ریشه داعش و دیگه گروه ها در دست کشورهای همچون آمریکا و قدرت های بزرگ باشه، اما اینا خیلی با شما موافق نیستن و میگن حتی امکان داره امکان نه که اینا قطعی گفتن که دشمنا داخلی هستند، فروخته شده هایی که حتی امکان داره خود شهروندان دایکندی باشن که به نیابت از دشمنای در همسایگی افغانستان بخواین نظام بدنام کنن، بخواین خلا ایجاد بکنن. چقدر همسو هستید شما؟ ببینین شما خوب میدانین که داعش یک پدیده خارجی بوده و در مجموع اگر شما مطالعه داشت کنیم اینا ریشه‌هایشان از کجا؟ از عراق سر گرفت. در وقت ایشان میگه کار داعش امکان داره نباشه، داعش فقط استفاده کرده ولی کار داخل هست. ببینین ما بر شما بگویم که در صفوف داعش نه تنها ما عربا هستن بلکه از تعداد زیاد از کشورهای آسیای مرکزی هم در صفوف داعش تنظیم هستند. بعید نیست که طبعا در اونجا شمار از افغانها هم به اساس غربت که امروز در افغانستان قائم است متاسفانه زمینه کار مساعد نیست، اینا ممکن که به نیروهای داعش اینا پناه ببرن. اما در مجموع داعش یک پدیده خارجی است، یک پدیده خارجی بوده و از آوان تشکل خود تا به حال گروپ های اتنیتیکی مختلف از تمام کشورهای جهان که در اونجا. اما با ابراز پوزش ما میخواییم این رفت کمی واضح تر از زبانتان بشنوم که کار داعش بوده همون داعش مشهور یا نه زیر عنوان داعش کسایی در داخل افغانستان سوء استفاده کردن به قول آقای امان؟ من فکر میکنم طبعا ریشه های داعش است، اما ما میفهمیم که در زمان مختلف کشورهایی که اینا را سازمانهای تروریستی را تطمیع میکنه با انواع با نامهای مختلف سازمانهای نو را ایجاد میکنن. امکان داره ما شاید از این باشیم که در زمان آینده یک گروه دیگه تشکل پیدا کنه که با نامش ما فعلا آشنا نیستیم. این کل پروژه های بزرگ است که توسط کشورهای بزرگ طرح‌ریزی میشه برای اهداف بسیار بزرگ. امروز ما میبینیم که خط پای داعش در افغانستان، هنوز خط پای داعش در افغانستان وجود داره. شما میفهمید که کشورهای منطقه، کشورهای آسیای مرکزی، روسیه همیشه ابراز نگرانی کردن و بعضی ها گویا ایره یک نوع از تقابل با طالبان میدانستن که چرا روسیه در مقابل افغانها امروز واکنش نشان میده که فضای امنیتی وجود ندارد. در حالی که طالبان اینجا مطرح نیستن بلکه اینمی نیروهای نیابتی است و اینمی نیروهای نیمه خفته است که در ولایات مختلف افغانستان حضور دارند و اینا میتونن هر وقت که زمینه مساعد شون اینا بیدار شون مسلح شون و درست. آقای امان در بحث پیشترشان گفتن که این که چه کسی در افغانستان کجا میره، مثلا اقوام ما از یک ولایت به دیگه ولایت میرن، اطلاعات از این بیشتر از این که در اختیار آمریکا باشه نزد همسایه های ما هست و حتی میتونه در داخل باشه. شما میبینید که امیال امروز فضای کشور ما زیر تسلط ما نیست. شما میبینید پهبادایی که امروز در فضای افغانستان حضور دارن اونا به جهت نیستن و از طرف آمریکایی‌ها او فرستاده میشه. یک واضحه خبر برای هیچ کس پنهان نیست. اونا به جهت چنین پهبادها را در افغانستان نازل نمی کنند، روان نمی کنند برای از اینکه کشفیات داخل داشته باشند. من فکر می کنم که باید ما یک ذره فراتر در این مسئله نگاه بکنیم. داعش در یک پدیده بین المللی است و ریشه های بسیار بزرگ و همچنان تطمیع میشه از طرف کشورهای بزرگ.
درست. و اما چشمانداز را چطور میبینید؟ اگر به قول شما براستی داعش در افغانستان حضور فعال داشته باشه، چه پیامدهایی میتونه برای خود افغانستان و برای منطقه داشته باشه؟ که آنچه شما اشاره کردید که درد مشترک ما و همسایه ها مان است، هرچند آقای امان خیلی همسوی شما نیستند، اما آینده چطور ارزیابی میشه از دید شما؟ آینده فقط صرف یگانه راه مبارزه با داعش اجماع منطقوی است. اجماع منطقه میتونه حل مسئله افغانستان باشه. همدستی ما با مثلا با پاکستان و با همه همسایه های ما؟ ما هیچ کشور همسایه خود از اجماع خارج نمیدیم، حتی اگر اونا ثبات در افغانستان را نخواهند. به هر ترتیب ما باید برنامه های خود را داشته باشیم، ما باید استراتژی خود را تدوین بکنیم، به اساس استراتژی خود عمل بکنیم. ما نباید ببینیم که کی با کدام نظر با ما ببینیم، بلکه ما چی نوع استراتژی را بتانیم که تدوین بکنیم که او بتانیم که اجماع منطقوی را در مبارزه با داعش و چنین گروه های تروریستی شکل بدیم. درست. من فکر میکنم که کشورهای منطقه در این قسمت فوق العاده ظریف هستند، مخصوصا کشورهای ایران، چین و آسیای مرکزی، و اگر چنین اجماع صورت بگیره بخواهیم نخواهیم پاکستان و هندوستان هم به اجماع شامل میشن و میتونن موثر باشن. تشکر، خیلی ممنون. بیننده های عزیز، همچنان بخش پایانی برنامه 1400 را بیننده باشید. پیش از آن میان برنامه کوتاه. سلام دوباره. آقای امان، آقای پویا همچنان تاکید دارند که این کار همسایه ها و داخل ما نیست و بحث قدرت های بزرگ فرامنطقه است، و پیشنهاد اینایی است که راه حل همدستی ما با همسایه هاست، شامل پاکستان که خیلی با باور شما نزدیک نیست. آیا اجماع منطقه‌ای و همدستی ما با پاکستان و ایران سبب خواهد شد ما اقتدار پیدا بکنیم و در برابر توطئه های به قول آقای پویا فرامنطقه‌ای بیستیم؟ ما در دره کلو که کلو ما وقت در لره او نزده هوادونه پا افغانستان تو متونه ده تروریستی دلو کهی، ما در ولندزون امارات اسلامی تا کردی چه تاس روابط تینگ که امنیتی ده طول و گواندیانو سره او اتا لره هوادونو سره چه جمله که هند روسیه رازی مشوره هایتان شنیدن؟ ما سل پساله که او دوی سره امنیتی اطلاعات شریکول دا اچا تاوان لري، دا نه استقلالیت د لاسه سړي نه ځي، برعکس موږ د ګاونډي په صفت باندې یو بل سره باید دې موضوع کې همکار اوسو. د همسایه کور اور اخلي، بل همسایه باید ورته ورشي، اور ورته ګل کړي، نه پې پترول واچوي. دې کې شک نشته، امارات اسلامي دا پروتوکولونه هم ایران سره لري، هم منځنۍ آسیا سره لري، حتی لرې هیوادو سره هم لري. د داعش په دې په ضد مبارزه او نن د ازبکستان امنیتی و دا اجماع پاکستان نیست؟ ولی نسته، ستا پروتوکول نیست، دا چوک وفادار دی، چوک صادق دی، چوک نیست، جا دا باس دا. درست. د ازبکستان د استخبارات و رئیس دیر زیاد وستایل د امارات اسلامی کرنی، د استخباراتی کرنی، جلوگیری د داعش د تروریزم په ضد باندې، دی باندې چینایان معتقد دی چې ایګور مسلمانان چې د خپل د جمهوریت د چین په ضد باندې غواړي ازادي خپله واخلي، جګړې کړي دي او کوي. نن افغانستان هیڅ خطر چین ته پیښ نه سو. د تاجکستان نیابتي ډلې دي چې د خپل د حکومت په ضد غواړي عملیات وکړي، جنګ وکړي، یا اسلامي حکومت وغواړي. هغوی نن یو تاجک ضرورت پیدا نه کړي چې په تاجکستان کې حمله وکړي د افغانستان له خاورې. ازبکستان نو عزت اسلامي د ازبکستان څخه په لکاو ازبکان نن په پیښور کې ژوند کوي. نن د امارات اسلامي له خوا نه هیچا اجازه ورنکړل سو چې هلته لاړ شي ډزو ډز وکړي. دا هغه ګاونډی نالتی دی زموږ څنګ کې، یا هغه دي چې اوس غواړي د ټاپي د مخه ونیسي. زه زیاتر په ایران باندې باورمن نه یم. ایران نه غواړي چې ټاپي پروژه د افغانستان له خاورې تیر شي. په دې خاطر د هغه خپل منفیت د ګازو د نفت ده د جنوبي آسیا سره، او دې کې ایران زیات کوشش کوي خنډونه ایجادي د لرې هیوادونو سره، نورو هیوادونو سره، چې دغه ټاپي پروژه باید د ترکمنستان د افغانستان له خاورې تیر نه شي، هندوستان ته لاړ نه شي. دلته ډېره لویه بازي په ټاپي په هغه باندې پروژو باندې دي. ګورې د څرنوالۍ په مخکې باندې انفجار وسو داعش. نن دا د دایکونډي د ازاره ورونه زموږه په شهادت ورسول،
دا بل سبب کم بلجه کې عمل کیږي سبب بلجه کې عمل کی دا ټول هغه دي چې مرکزی حکومت په ضد دي اسلامی حکومت په ضد دي او ګوره د امریکایی کمپنی ګانو د انګلیس کمپنی ګانو غوښته چې ډیر کاله مخکې همدغه پاپلاین د خپل قرارداد کې واخلي هغوی ته نسو هغه غوښته د افغانستان استقلالیت لاس کې واخلي د کمپنی ګانې نن هغه افغانستان په خپل لاس کې اخیستی دي دا طبیعي دا خاوره دښمنان لري هم لري هم نږدې هم ګاونډیان هم نږدې به این پیچیدگی میتونه باشه که داعش که برای خود ایران یک تهدید هست حالا ایران که طرفدار پروژه تاپی نیست زیر عنوان داعش بتونه کار در افغانستان کنه ګوره ګرانا زه تاسو ته وایم چې د سالت راځي چې امریکا یو لسم د سپتمبر دوه تجارتي تعمیرونه خپل لمنځه بیا وړل درې زره امریکایان یې مړه کړل کله چې بوش نسوار شو درې زره امریکایان مړه شو درې زره په عراق کې مړه شو وایي د منافع ملي په خاطر موږ یو میلیون امریکایان ځانونه باید مړه کړو ما څلور میلیونه بلاره تیل ما امریکا ته راوړل لس کاله ژوند مې د سوخت د امریکا تضمین کړ دا د درې زره عسکر چې زما له منځه وړي دي منافع ملي په خاطر باندې پاکستان پېښور کې خپل مکتب د پولیسو مسجد د پولیسو په درون وویشته واړو په ټي ټي پي باندې ټي ټي پي مقابل کې عملیات رسمي شروع کړي پښتونخوا کې دغه دا ټولې توطیې د استخباراتي دي نو هاین زمان همدغه سې اوس زموږ هغه بیچاره ورونه چې هزارګان دي په کوم ځای کې دوی ناامنه نه وو اما نن امارات سمین درې کلو کې داسې امن د دوی تامین امنیت تامین کړی ده چې یو ته ورور ته هزار ونه رسه نه په مدرسه کې نه په تکیخانه کې نه په مسجد کې نه په لارو کې اما نن دا کار ولې وسو هم زمان ګورې دلته خو مذهبي ورځم دي او سبا مولود شریف ده دغه موضوع کیدلی شي دا موضوع په خاطر څنګه ټاپي موضوع زه ډېر اړی د ټاپي موضوع ګڼم دغه ټول عملات چې کیږي د ټاپي څه نړیوال ته وښي چې دغه ټاپي هغه پروژه رسمي ونه ګڼي په ځان چې هلته امن نشته په افغانستان حتی پاکستان کې خودش بهره میبره از ټاپي امکان چې پاکستان امکان لري چې زه بېرته راځم د پویا خبره ته چې کیږي دغه د انګلیس نیابتي ډلې د ما لخوا ستا لخوا د یو شخص لخوا کیږي د خپله د ایران د حکومت لخوا هلته څه وایي او د ډاکتر هغه د فلسطین رهبر په ایران کې چا مړ کړ ولې مړ شو په ایران او د هیواد کې یو رهبر د چامرن د سیونستان په جګړه کې بوخ ده هغه د ایران په خاوره کې تهران کې دله من د زیب وزارتي کې حالا برمیگردیم به اینکه به لحاظ نظامی و استخباراتی امارات اسلامی چه باید میکرد و چه باید بکنه بعد از این اگر دنبال راه حل باشیم زه وایم چې امارات اسلامی خو مطمئن و په دې باندې مطمئن ده چې د افغانستان په ګوډ ګوډ خاوره کې دوی حکیمت لري هیڅ نیابتي ډله په افغانستان کې ځای نه لري نه په ناحیه کې نه په ولسوالۍ کې نه په کلی کې اګه خبر هم شي له منځه تللی نن په جرخي زندان کې تاجکان بندیان دي پاکستانیان بندیان دي بلوچستان بندیان دي په نامه د دایشانو ډک دي سلسله دفي د امارات اسلامي ویان مجاهد صاحب دا اقرار کړی دا خبري کړی دي دما خبري نه دي دا د مجاهد صاحب د امارات اسلامي خبري دي دا نو دوی ولې دا باور نه کوي زاد دایشان د کوم ولاتو دي او زه وایم کوم امریکایي دایش سوای یا کوم فرانسوي دایش سوای نه غوي خود تمویل کننده دي یا کوم ترکیه هغه سي یا کوم عربستاني سي هغه تمویل کننده دي یا زویم کم یهودای عزیزان وزنی تا خو ده خو امکان لري دا دغه ضعیف هوادون نڅ دی ایران وګړي چې حالت مذهبي جګړه ده په ایران کې عملاً پاکستان کې مذهبي جګړې روان دي په افغانستان کې غوړی شروع کی تشکر آقای پویا شما فرمودید که اجماع منطقه شکل بگیره و همدستی همه همسایه ها اما اینجا پروژه تاپی هست و کشوری همچون ایران مثلا خیلی طرفدار نیست که افغانستان امن نشان داده شود و تاپی به موفقیت برسه به این خاطر امکان داره ایران هم در کنار دیگر همسایه ها امنیت افغانستان را مختل بکنند چیزی که آقای امان میگن پس با راه حلی که شما پیشنهاد کردید یک کمی میتونه اختلال داشته باشه باور شما چه است؟ ببینین پروژه تاپی پروژه امروز نیست تقریبا بیشتر از 20 سال است که سر از این ما تبصره ها داشتیم و بیشتر از 20 سال است که این جنبه عملی نگرفت اگر بگویم در قسمت عملی نشدن تاپی ایران هیچ نوع نقش نداشته در این 20 سال یک امر واضح است. در پالوی از این پروژه تاپی یک پروژه کلان دیگه ای پی است که ایران، پاکستان و هندوستان است. درست. او هم معتر است. او هم انوز شکل نگرفته. که در اونجا مستقیما ایران در او چیز هستن زینف هستن. در پروژه تاپی هندوستان و پاکستان که ما امروز گویم یک پاکستان ملامت می دانیم.
در حالی که پاکستان زینفترین کشور در پولی افغانستان در پروژه است. به او خاطر من فکر نکنم که ریشه های از این معضلات ما در پروژه های تاپی و ایپی و یا کسی هزار و دیگر پروژه ها ببینیم، بلکه ما فقط صرف میتونیم که با تدوین یک استراتژی مشترک با کشورهای منطقه علیه چنین پدیده مبارزه بکنیم. شما در آغاز صحبت آقای امان یک موضوع بسیار یک اشاره بسیار مهمه کردن در رابطه با این عملات تروریستی که در اطراف مسکو صورت گرفت. در اونجا نم سایه ما شکل دست داشتن، اگرچه کسانی که در اونجا حساب داشتن شما میبینید که کلش تاجک ها بودن، تاجک های مربوط به امیر داعش و اینا تدوین میشن از طرف میشش و امریکایی ها. امر بسیار واضح است که امریکایی ها و میشش در رابطه به تدوین چنین عملات دست دارند. اونا از طرف چیز میشه، رهبری میشه. ما ریشه های داعش و ریشه های تروریستی که ایجاد میشه باید بسیار عمیق‌تر و وسیع‌تر گفتم باید به این نگاه بکنیم. درست. و صرف ما صرف ببینیم علایق کدام کشورها در افغانستان در تشنج است و علایق کدام کشورها در افغانستان در امنیت است. شما چه فکر میکنید؟ همسایه های ما ثبات امنیتی در افغانستان را میخواهند حتی بر ضد منفعت خودشان اگر باشه؟ بله، شما میبینید که پروژه هایی که امید تا پروژه تاپیره که یاد گرفت امانسد اشاره کردن، پروژه کش ازار، پروژه های ترانسپورتی که وجود دارد، پروژه نوه که از شمال جنوب یعنی این پروژه تا ازبکستان میرسه و امکان داره، امید است که تمدید شد به افغانستان و به پاکستان و هندستان که از روسیه چیز میشه گاز انتقال داده میشه، و پروژه های بسیار مهم منطقوی است که در اونجا تمام کشورهای منطقه زینف است، به شمول پاکستان. و پاکستان بسیار زینف است که ارچین روابط تجاری بین آسیای مرکزی و آسیای جنوبی ایجاد شد، این رول پاکستان و همچنان اقتصاد در اقتصاد پاکستان که بسیار حالت وخیم داره، امروز در حالت بحرانی قرار داره و در حالت دیفولت قرار داره، اونا بسیار نیاز دارن به چنین مناسبات منطقه‌ای. بنابراین ما عادی در این چه نگاه بکنیم، هیچ کشور منطقه را ما نمیبینیم که زینف باشن در تشنج منطقه‌ای و در تشنج منطقه‌ای و بلکه در امنیت منطقه‌ای. درست. و اما با باور شما چه زمانی این مرگ‌های ناخواسته دست از سر مردم افغانستان برخواهند داشت و اون امنیت و آرامش که حق مردم است برقرار شود؟ امنیت و آرامش طبعا زیاد به ما افغان‌ها تعلق دارد. هر قدر ما زودتر بریم یک نظام را تشکیل بدیم که اونجا یک نظام مشروع باشه، در اونجا قانونیت وجود داشته باشه، بر اساس قوانین طرح ها و استراتژی ها تدوین پیدا بکنه، با مو اساس کشورهای منطقه میتونه که با ما شامل تعامل شه. تشکر. با اون اساس ببینیم که بفرد. زیاد به ما تعلق داره، اگر کل نه بلکه بسیار زیاد به ما خود ما تعلق داره. با جنبندی به شما برخواهیم گشت. تشکر. آقای امان، این دست هایی که شما گفتید چطور قطع خواهند شد؟ زبایا شوای مته ایران خپل پام دې خاطر ز داخل غنم چې دوی پروژه تر اوسه پورې ولاړ ده. څو وخت مخکې ایران پاکستان تختار ورک چې کده خپل خاوره کې ماده په پلان د غازو د تیل فعاله کې غیر فعال نه کې یو میلیارد ډالر مونږ جریمه یې کغه مونږ ته تعویل کا. پاکستان جواب کې ایران دوی چې امریکا د تحریمو لاندې ته ماته اجازه نه کې ستاسو تیل زماله خاوره تیر سي. ایران نو څنګه خوشالي چې ټاپی استاد پروژې سقوط ګرځي ټاپی ترکمنستان گرزی، ترکمنستان گاز او تیل او دا براوانی او انترنت دا بلتا افغانستان دم رازی، مدنی آسیات بم زید شه با جنوبی آسیات زیدا، حتی راه ایران او را دهن خیر دا هن مهم نه ده، مهم تیل گاز چې ایران غواړي پاکستان او جنوبی آسیات تیر کی دا شل کرګی دغه پروژه ملار ده. ایران که مکمل تکمیل سوی ده، د ایران سرحد ته پاکستان سرحد ته برسیدل په پلانونه د ایران، اما پاکستان کې کار نه کیږي. په وس وای چې نن سبا پاکستان نشي کولای، ناغه پر پیسې لري، ناغه اقتصاد درځي جوړ کی، بلکې وس ټاپی پروژه ملت او شایوان باز خل تفسیری کی چې دا پاکستان په سرحد کې بدریږي،
دا مهم نه ده ترکمنستان وچ منګه غاز ورکو افغانستان ته من ورکو دالار جوړو سرکونه جوړو اهن خط رو دا من کوتره کچه ته پاکستان وخته به من پاکستان تم تیر کو ول من به غاز هر شی تیل هر شی سی افغانستان ته به من رسو ټول د افغانستان خلکو ته دا چې بیا وړاندې زی پاکستان جوړ کو به من پاکستان کو و په افغانستان کې پروژه تم شروع سی من ته غاز راکول کیږي افغانستان خلکو ته راغلو تا سوال ده څنګه کته سي د کوهوال په ملت کا کوم په افغانستان په خلکو کا کوم چې باید همکاري سي د حکومت سره دښمنان باید په نښه سي که په کلو کې ویني که باغو کې ویني که په مسجدونو کې ویني که په لارو کې ویني عاجل موټر د ټلیفون نه زنګ وي امنیتي ځواکو ته پوستو ته دلته مسله کسان ولاړ دي دا څوک دي موږ یې نه پېژنو ولې دښمنان غافلګیر میکنن غافل گیر کردن مردم دای کندیره منظور می داده یا موتر تیر سو بل موتر دوس یا شپوند چوپان است اونجا می گردن نفره مسارد یک دشت خواستن بری چی خواستن یک زنگ بزنه که بدر امری حوزه است اینجا مردم یک ده پانزه نفر مسارد است یا چار پنج نفر مسارد است زمیش راندیس کوم سه امارات اسلامی یا وگره باید پی ملی لباس که نو سی طول باید نفرم ده نظامی واغنی پا پوستو کی و سی او دلور ولایتونو لکه دغه دای کندی دا لکه زابل لاره دا نور وړه وړه ولا د ځو بل سره وصل کیږي دوی به د امنیتی پوسټې ایا رقم په بادونه دي چې 50 ډالر قیمت دي 200-250 کیلومتر پورې هوا پرواز کوي سهار مازګر ګرمه دا به وګرځي هر پوسټه او بل سره ته بعد دل تر کوونی سي 22 کیلومتر 3 کیلومتر پوسټې واچي په بادونه وړي 50 ډالر چې نه کوي د 30 ثانیه اگر بوګید کې آیا مردم افغانستان سرانجام امنیت را تجربه خواهند کرد کامل که دیگه ما گواه این رویدادها نباشیم؟ سل پسل که زه بیاوام ده تورست مخا ات تاریخ ات هیواد نیسی نیواره غافل گری که یا نفر تارگیت سو اغلا من ززی ولی آینده چنگ دیگه قاتل پیدا کو چنگ جزا ورگو سو نور دسکارو نیکی او پاد سو ده منگ تدابیر شدی غیر دیسی امنیتی کامره امنیتی پوسته گزمه هوایی و زمینی باید ولو رو پلوه لارکه تشکر را آقای پویا جنبندی را با شما این گونه خواهیم داشت که کشورهای آسیای میانه از پروژه تاپی تا فراترش یک سری مشترکات با افغانستان دارند همین بس هراس افغانی در افغانستان که همیشه احساس هراس از طرف افغانستان کردند ما چطور از این هراس مشترکمان با کشورهای همسایه و حتی تا شرق استفاده بکنیم که به امنیت و صلح منطقه‌ای کامل دست پیدا بکنیم یا دست کم نسبی؟ ببینید ما متعقن به این هستم که افغانستان نمیتونه به تنهایی در امنیت خود کارهای بزرگ را انجام بده. هیچ کشور نمیتونه به تنهایی، نه تنها افغانستان، بلکه صرف میتونیم که با یک اجماع مشترک علیه چنین پدیده مبارزه بکنیم. آقای امان یک موضوع ارتشان بسیار بجا بوده که ما باید کارهای را روی دست بگیریم که فضای افغانستان زیر به حساب چیز ما باشه، تسلط ما باشه و چنین فکر میکنم تعاملات فعلا صورت میگیرد. یعنی بعض نشست ها و بعض صحبت ها در این قسمت ما دیدیم که جانب افغانستان، جانب حاکمیت افغانستان و دفاع افغانستان در صدر ازی برامده تا فضای خود امن بسازه و چیزی خود قلم را فضای افغانستان به اختیار خود بگیره. این بسیار مهم است که ما چنین امر انجام بدیم. اما چنین امر میتونه صرف در تبانی با کشورهای منطقه مخصوصا روسیه، چین که چنین امکانات زیاد وسیع داره، ایران بسیار امکانات وسیع داره که پهبادار بر ما بتن در دسترس ما قرار بتن، چین بر دسترس ما قرار بتن، روسیه و کشورهای آسیای مرکزی میتونه مهمت قرار بگیره. این بسیار امر مهم است در مبارزه با تروریسم. از فضا ما میتونیم بسیار کشفیات را روی دست بگیریم، ببینیم کشور خود که در کدام مناطق میتونه که اینا تکثر پیدا بکنن و مبارزه بکنن. این مسائل تکنیکی است که طبعا بسیار مهم است که چیست این مسائل تکنیکی. و در یک دقیقه آخر با توجه به اینکه به پیشنهاد شما و آقای امان رسیدگی شود و گوش شود، سرانجام اینکه 44 سال مردم افغانستان جنگ و خون را دیدن و دیگر خسته شدن، سرانجام ما افغانستان خواهیم داشت که در امنیت باشه؟ این آرزوی ماست و این آرزوی ما بسیار زیاد باز هم میگم که به ما تعلق داره.
هرچقدر کارهای بیشتر، هرچقدر تعاملات بیشتر صورت بگیره با کشورهای منطقه، هرچقدر مدرسه دوستی دراز بکنیم، دست همسایگی دراز بکنیم، دست تعامل دراز بکنیم، به اون اندازه ما امکانات بیشتر به مبارزه با توریسم، نه تنها با توریسم بلکه با تمام پدیده‌هایی که امروز ما نگران کننده است در افغانستان دست پیدا کنیم. سپاس از حضور آقایان دکتر سمیع الله پویا عضو انستیتوت شرق شناسی اکادمی علوم روسیه از طریق اسکایپ در برنامه و همچنان جناب آقای کامران امان آگاه سیاسی و نظامی از حضورتان در استودیو و صحبت‌های ارزشمندتان و ممنون شما بیننده‌های گرامی افغانستان 1400 که پای برنامه نشستید تا دیدار فردا شام خدا نگهدار.